خب همونطور که اشاره شد، وزیر امور خارجه دانمارک روز گذشته خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن. آقای علیزاده، در مورد سابقه برخورد اروپایی‌ها با ترورهایی که از سوی جمهوری اسلامی در خاک اروپا انجام شده برامون میگید؟ بله، ببینید، اتفاقا سابقه درازی وجود داشته. افراد رهبران کرد، کاظم رجوی فرزند اشرف پهلوی، همه این بختیار، همه اینها در اروپا ترور شده بودند، تا اینکه در حادثه میکونوس در شهری در آلمان، در رستورانی به نام میکونوس، تعدادی از سران رهبران کرد به ترور شدن، کشته شدن. بسیار سر و صدای عجیبی کردش، در اواخر دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دادگاه بسیار پر تفصیلی برای این مسئله برگزار شدش. آقای بنی صدر در اونجا شهادت داد که جمهوری اسلامی دست داشته در اینجور ترورها، و نهایتاً محکومیت بسیار سنگینی برای مقامات ارشد، یعنی از رئیس جمهور گرفته تا پایین‌تر، برای اینها صادر شد. منتها در نهایت، چون اتحادیه اروپا میدونست که نمیشه این افراد رو دستگیر بکنه، به یک توافقی با جمهوری اسلامی دست زد که الان اون توافق در اینجا خیلی مهمه، در این ترورهای اخیر خیلی معنا میده. اجازه بدید این رو باز کنم براتون. در اون توافق قرار شدش که آلمان گفت ما به عنوان اتحادیه اروپا کلن چشم‌پوشی میکنیم از اجرای این پرونده، به یک شرط، و اون اینکه شما در حوزه جغرافیایی اتحادیه اروپا دیگه دست به این ترورها نزنید، وگرنه ما میدونیم شما پشت این حوادث بودید. جمهوری اسلامی از اون سال وعده غلیظ داد که دیگر از این دست به این ترورها نزنه. شما خودتون شاهد هستید که از اون پس تا کنون این اتفاق نیفتاده بود. اما چیز بسیار عجیبی که الان داره اتفاق میفته، در عرض 6 ماه گذشته، یعنی از ژوئن تا دسامبر 2018، 4 مورد ترورهای ناموفق یکی پس از دیگری در کشورهای اروپایی ثبت شده. فرانسه ادعای کرده علیه جمهوری اسلامی، پس از او هلند 2 نفر رو اخراج کرده، پس از اون دانمارک 1 نفر رو اخراج کرد، اخیرا در دسامبر آلبانی ادعا کردش که جمهوری اسلامی قرار بود دست داشته باشه در یک اقدام تروریستی. و این بسیار عجیبه که اگر جمهوری اسلامی اون قول و وعده پس از میکونوس رو داده، چرا دست به این اقدام زده. این پیشینه مسئله هست. اما دلیل اینکه چرا چنین اقدامی رو کرده میتونم توضیح بدم. خب چرا فقط در مورد این اقدامات تروریستی اخیر اتحادیه اروپا یک نهاد امنیتی خاص رو تحریم کرده؟ آیا میشد که ابعاد سختگیرانه‌تر و فراتری داشته باشه این تحریم؟ بسیار اتفاقا سوال مهمیه. ببینید، اگر اتحادیه اروپا میدانسته که ما این شرط رو گذاشتیم پس از میکونوس اینا دست به این اقدام تروریستی نزنن، در 6 ماه اومدن 4 تا ترور رو قصد داشتن انجام بدن، پس بایستی یک اقدام سختگیرانه و تنبیه سختی رو اعمال میکردن. اونچه که تا الان شنیدیم، فرانسه گفته که بعضی نهادها رو تحریم میکنه به صورت محدود. الان هم گفته شده که اتحادیه اروپا میخواد یک نهاد امنیتی رو تحریم بکندش. همینجا هم روشن میشه که برای اتحادیه اروپا واضح و مبرهن هستش که در جمهوری اسلامی نهادهای موازی با هم دیگه کار میکنن، یعنی متوجه هستن که اون کسی که دست به این اقدام زده نمیتونسته دولت آقای روحانی باشه، چون یک مورد فرانسه، فردی که به اسم دیپلمات دستگیر شدش، دقیقاً در شبی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داره سفر میکنه به اتریش و سوئیس، دست به این اقدام زده. این خبر اومده بالا. خب چه معنی داره کسی که رئیس جمهورش داره میره برای چنین سفر مهمی که برجام در حال احتضار را زنده بکند، دیپلماتش بره دست به ترور بزنه؟ نه یک مورد، در موارد متعدد. موضوع رو در این بستر تجزیه و تحلیل. ممنون آقای علیزاده که با ما همراه بودیم در صبحانه با خبر.